خب دوستان عزیز، با سلام به شما، با خوش آمد گفتن به آقای یزدان خداوندلو از کلن آلمان، آلمانی که توی دو روز گذشته در صدر خبرها بود و این بیچاره خانم مرکل اول چون فکر کردن پاکستانی حمله کرده و اینها، خیلی چیز شد، ولی دیگه بالاخره اونایی که حمله میکنن بعد ولکن نیستن. بعد در این مورد هم صحبت میکنیم، از میپرسیم از آقای خداوندی رو که نظرشون در این مورد چیه. ولی امروز ایشون دنباله همین برنامه های آسیب شناسی و مخصوصا آسیب شناسی فرهنگی رو اختصاص دادن به خط ما فارسی است یا عربی، اصلا تعریف خط چیه. آقای خداوندی رو، این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در صد تا سر جهان بفرمایید. درود بر شما آقای سرگی، شنوندگان و بینندگانتون. امیدوارم که اکو نکنه. الان اینجا خوبه، اونجا اشکال نداشته؟ نه، اینجا من اشکالی ندارم. امروز آقای سرگی یا امشب میخواهم در حوزه آسیب شناسی اجتماعی انگشت بر یکی از دومنهای عفونی در پیکر فرهنگی ما در صد سال اخیر که انبوهی سند و مدرک در مورد آن در اختیار داریم بگذارم، که باعث آزار و اذیت نویسندگان از سوی جماعتی بیخبر از نارسایی‌های خط نوشتاری ما می شود و آن غلط املاء فارسی است که عموما توسط افراد جوان و فضول که خود دست به قلم نیستن و فقط سرکله نجسشان زمانی پیدا می شود برای خردگیری و فضل فروشی، که مطلب نویسنده اعتقاداتشون را به چالش گرفته، به رگ غیرت مذهبیشان برخورده و چون توانایی فرهنگی برای پرداختن به تناقضات متن را ندارند دست به ترور شخصیت او می زنند. به عنوان مثال، جمله‌ای که مکرر از جانب این افراد بیان می شود حضرت آقا، تو که هنوز املای فارسی بلد نیستی چه کار داری با اسلام و حضرت محمد؟ یه بار به یکیشون گفتم تو خودت هم چند تا غلط املایی داری. اولا اینجا وقتی که حضرت محمد رو نوشتی داخل پرانتز یه سات نگذاشتی، بعدم در آخر جملت علامت سوال قرار ندادی. بنابراین مطالعه بیشتر کن، ذره بر کمتر. شما آیا بحثی دارید توی زمینه، توی مطلب؟ نه، فقط به دوستان میگم که این نوشته ها رو میتونن توی فیسبوک ببینن. اتفاقا هفته پیشم من درباره یکی از اینها صحبت کردم. بفرمایید. بسیار خوب. حال مشکل ما در کجاست؟ من در این هفته اخیر که میخواستم این مطلب رو فراهم کنم برای این گفتگوی امشب، انبوهی کتاب در اینجا دارم که امشب معرفی میکنم و یه چیزی معادل 20 تا 25 تا مقاله بلند و کوتاه در اینترنت در رابطه با خط و اشکالات آن خوندم، که متاسفانه جمیع اینها که یکی از اون سرکردگانشون مثلا آقای دکتر ناطل پرویز خاندری در مقاله بسیار بلندش ببینید چگونه داره موضوع رو بررسی میکنه، میگه و حتی دکتر پرویز ناطل خانلری در مقاله اصلاح خط فارسی، دوستان میتونن همین کلمه رو بنویسن و این مقاله بلند اونجا ظاهر بشه، به جای اصلاح خط پیشنهاد میکنه خط را عوض کنیم و میگوید بعضی از دانشمندان می ترسن که آثار ادبی فارسی که هنوز چاپ و منتشر نشده و در گوشه و کنار نزد افراد ملت هست به سبب تغییر خط و آشنا نبودن نسل آینده با آنها از میان برود، و مثال می آورند که در تغییر خط پهلوی، و ایشون داره مثال میاره ها، میگه که تغییر خط پهلوی به خط امروز نیز بیشک همین نکته موجب نابودی کتاب‌ها و آثار گرانبهای ادبیات پهلوی شده است. اما به گمان ما، یعنی آقای ناطل خانلری، از این پیش آمد نباید ترسید،
زیرا در موقعی که خط پهلوی منسوخ شد مذهب قدیم ایران نیز از میان رفته بود. ببینید آقایی که دکترا داره و استاد دانشگاه هست و وزیر فرهنگ هم مثل که شد وزیر فرهنگ بود، چه اشتباهات و هولاکی در اوره تاریخ ایران داره میکنه و چقدر بیخبره. خب قدیم مذهب قدیم ایران نیز از میان رفته بود و خط جدید با مذهب تازه آمد. با کدوم مذهب تازه آمد؟ و آداب و رسوم دگرگون شد و کسانی که آشنا به خط سابق بودند، یعنی موبدان و دبیران ساسانی، ترد شدند و آثار دوره سابق خواهان و خریدار نداشت تا از کسانی که با آنها آشنایی داشتند استفاده شود. و در آن زمان تحقیقات باستانشناسی نیز معمول نبود و دانشکده‌های ادبیات و زبانشناسی مانند امروز وجود نداشت. امروز که هیچ یک از اوضاع به آن دوره نمی‌ماند، چه جای ترس است؟ یعنی بیاییم حتی عوض بکنیم. حالا چرا داره این رو میگه؟ من در این مقاله و انبوه مقالات دیگری که در اونجا پیدا کردم متاسفانه برخورد نکردم با یکی از اینها که وقتی که درباره خط میخواد صحبت کنه ابتدا خط رو تعریف کنه و توجه داشته باشه که امر تعریف داستان و حکایت گفتن نیست، بلکه موضوع رو فرموله کردنه، به این نحوی که من دارم اینجا حاد بهش میپردازم. آیا خط ما فارسی است یا عربی؟ تعریف خط: خط تصویری کردن صداهای زبان طبق قرارداد است. تموم شد. تعریف دقیق علمی. حالا چرا من میگم تصویری که خط تصویری کردن صداهای زبان طبق قرارداد است؟ شما در نظر بگیرید وقتی که ما با صدایی مثل آ برخورد میکنیم، یه الف قرار میدیم، قرارداد کردیم که با این الف این صدا رو نمایش بدیم. و برای اینه که این الف رو آهنگین ترش بکنیم، درستتر خونده بشه، اون اعراب های ا، آ و او را بهش اضافه میکنیم. وقتی که میخواییم بنویسیم آب، بالای این الف یه آیباکولا میگذاریم. اگر اون آیباکولا رو نگذاریم، خب بچه 8 ساله وقتی که میخواد اون آب رو بخونه میخونه اب، الف دیگه. برابر این با این ا او مزین به رنگامیزی صدادارش میکنیم. و طبق قرارداد از مقطع دبستان تا دبیرستان و حتی دانشگاه به دانش آموزان یاد میدیم این مقررات خط رو، این قرارداد ها رو. بنابراین خط تصویری کردن صداهای زبان طبق قرارداد است. و متاسفانه در زمان رضاشاه که اون سازمان های مختلفی تأسیس شد، یکی از اینها این مؤسسه زبان بود، اصلاح زبان و خط و این حرفا بود، که خب در دوره فعالیتش در زمان پهلوی اول و دوم انبوهی واژگان خوشتراش برای پربار کردن و غنی کردن زبان فارسی ساختند و برای تمام مسائلی که وارد ایران شده بود و اشیا براش اسم درست کردن، زبان فارسی، نیت لغت فارس براش درست کردن و ریختن توی زبان و الان داریم ما مورد استفاده قرار میدیم که 100 سال پیش در حوزه زبان ما قرار نداشتن. اینا رو دانجا. اما متاسفانه در اصلاح زبان، یعنی در اصلاح خط، هیچ کوششی صورت نگرفت، یا جرعتشو نکردن، یا اینی که اصلا درک شعورشون دریافت نمی‌کرد. همینجا در نظر بگیریم می‌بینید که آقای خانلری میگه برای اینکه این زبان رو اصلاح کنیم و املامون درست باشه بیایم خط رو عوض کنیم. مثل اینکه با خط عوض کردن دیگه مسئله موضوع مشکل ما در املای فارسی از بین میره. یعنی الان ترک‌ها که در زمان آتاتورک اومدن خط عربی و فارسیشون رو تبدیل کردن به لاتین، الان دیگه غلط نمی‌نویسن، انبوهی غلط می‌نویسن.
باید خط رو آموزش داد و صداهاش و بالا پایداش و مقرراتش رو قراردادهاش رو باید به دانش آموزان حتی مقطع مهد کودک یاد داد بهش و این کوتاهی رو صورت دادن. درباره اصلاح خط تا کنون کار نکردن. حالا من پیشنهادی که می کنم در رابطه با اصلاح خط این استش که در این خط فارسی ما چندین حرف همصدا وجود داره، مثل ت دو نقطه و ت دستدار. خب میتونیم یکیشو برداریم و یه دونه دیگهش رو بگذاریم باشه و دیگه ما مجبور نباشیم که اصل رو وقتی که مینویسیم حتما باید با ت دستدار باشه یا ت دو نقطه باشه. یا مثلا الف و ای وقتی که اصل رو میخواییم بنویسیم، یه دانش آموزه اینجا من دیدم اصل رو نوشته بود با این و سین و تی، درست هم بود اصل، همونطوری که در صدا گوش میکنیم مینویسه. حالا ما بیایم بگیم نه غلط نوشته، باید با این الف باشه. خیلی خب، این یه دونه الف یا ای رو یکیشو بردار یکیشو بذار باشه، مشکل حل بشه. یا مثلا ما برای صدای سین سه نقطه داریم، سه دندونه داریم و سات اونو داریم. یعنی اگه شما میخوایی بنویسی سباب، نمیدونی که با سه نقطه بنویسی، با سیم بنویسی یا با سات بنویسی، و همین مسئله باعث میشه که یه مقداری تعدادی از این بلفزولا ظاهر میشن و شروع میکنن به توهین کردن، بدون اینکه اشکال از طرف من نیست یا جمعی دانش آموزان هم مقطع دبستان تا دانشگاه با این مسئله روبرو هستن. خب بیاییم اینا رو اصلاح کنیم. اصلاحش این هستش که این صداها حروف و همصدا رو که مشابه چیز هستن و شکل تصویریشون فرق میکنه، اینا رو حذف کنیم، یه دونش نگه داریم. مثلا به جای سه نقطه و سین و سات، دو تاشو حذف کنیم، یکیشو بذاریم باشه. یا مثلا برای رزه دالزال داریم، سات زات داریم و تنزین هم داریم، همه صدای زه میدن. خب چه ضرورتی داره که ما چهار تا شکل تصویری از اون داشته باشیم و بعدم وقتی که میخوایم املا بنویسیم که ظهور رو میخوایم بنویسیم، نمیدونیم که با کدوم باید بنویسیم. خب این چهار تا رو سه تاشو حذف کن، یکیشو بذار باشه و آموزش بده. یا مثلا هی دو چشم و هی جیمی، شما میخواید حشمت رو بنویسید نمیدونید، یا حکمت رو میخواید بنویسید نمیدونید، با هی دو جیمی بنویسید یا با هی دو چشم. خب یکیشو بردار با یکیشو بذار باشه. در جمله معلوم میشه که شما منظورتون حکمت عرفانی یا مثلا میبینی حکمت اینا رو تو جمله مشخص میشه که معنی اون کلمه چی هست. یا مثلا این غین رو داریم، هم با این غین یا هم بنویسی، شما نمیدونی فروغ رو میخوایی بنویسی با قاف بنویسی یا با غین بنویسی. دانش آموز چه گناهی کرده که فروغ رو با قاف بنویسه؟ اما طور که شنیده داره مینویسه دیگه. خیلی خب یکیشو حذف کن، یکیشو نگه دار. بنابراین پیشنهادی که من میکنم برای اصلاح خط، این حروف همصدای زائد رو داره بیرون کنیم، یکیشو فقط نگه داریم. اون وقت معلم های املا بیکار میشن. بله میگم اون وقت معلم های املا بیکار میشن. آره من اینجا تو این جلسه من یه مرتبه این مسئله رو مطرح کردم، قبلا من رو این کار کردم، یا آقایی گفت بعد ساختار زبان به هم میخوره فلانی هم با. گفتم آقا 65 سالته، بفرمایید ابتدا زبان رو تعریف کنیم ببینیم چی هست. ما درباره زبان صحبت نمی کنیم، ما درباره خط داریم صحبت میکنیم. خب خط رو تعریف کن ببینیم چی، در گله تعریفش گیر میکنم. یعنی حرفای بی ربط زیاد میذاره بدون اینکه اصلا بدون موضوع چی هست. خب آیا خط ما فارسی است یا عربی؟ در ابتدا من دارم توصیه میکنم به تمام این دوستانی که تفسیر میکنن دست به قلم هستن، درباره هر چیزی که میخوان صحبت کنن ابتدا اونو تعریف کنن به چند دلیل. یک، وقتی که تعریف که صحبت میگیره مخاطب میفهمه درباره چی داری صحبت میکنی. دو، وقتی که تعریف صحبت میگیره شما مطلب جنبه علمی پیدا میکنه. توسط همین امر تعریف کردن هستش که نویسنده مجبور میشه روی خطوط منطق راه بره، چون همین این تعریف اونو هدایت میکنه تش که
درست بحث کنیم. تعریف خط، خط تصویری کردن صداهای زبان طبق قرار داده است. خب نخستین ابهامی که درباره خب بحث ندارید شما؟ ندارم، گوش میدم بفهم. بسیار. نخستین ابهامی که درباره عربی بودن خط ما بر اندیشه کنجکاوان میگذرد اینکه چگونه ایرانیان در کشور پهناور خود چندین گونه خط و گویش بومی داشتند، یک باره چه الزامی بود خط در بیابانهای تفته از میان قبائل فاقد مدنیت وام گرفته و به جای خط کهن خود بکار بردند. چرا این کاره کردیم؟ باید بریم تاریخ اون دوره رو بخونیم. عرب خطی را که درباره آن سخن میگوییم کوفی مینامند. ممکن استش که اون تصویر عراق رو نشون بدید؟ اجازه بدید. بله بله. که در اونجا موقعیت شهر کوفه و اون بصره و جا رو نشون دادیم که کجا داره این مسئله اتفاق میفته. عرب خطی را که درباره آن سخن میگوییم کوفی مینامند و برای نخستین بار در هیره و کوفه، در اون تصویر من هیره و کوفه رو مشخص کردم که در جنوب تقریبا غربی عرب قرار داره، اونجایی که عرب زیاد بودن، در هیره و کوفه در میان رودان با خط آشنا شدن و برای نخستین بار عرب خطی را که درباره آن سخن میگوییم کوفی مینامند و برای نخستین بار در هیره و کوفه در میان رودان با خط آشنا شده و آن را کوفی نامیدند، زیرا تا پیش از آن با خط آشنا نبودند و به گفته استاد رکن الدین همایون فرخ، توجه بکنید این آقا به این دو جلد کتاب میبینید؟ بله بله. دیده میشه این دو جلد کتاب؟ بله بله. اسم شما نمیبینیم. درباره فردوسی و خط و تمام اینجا درباره نقضی به هزار صفحه هستش که درباره همینطور مسائل این آقای دکتر رکن الدین همایون فرخ بحث میکنه و من بسیاری از این مطالب را از این دو جلد کتاب استخراج کردم. اینا رو باید دوستان بخونن، مثلا این کتاب رو و یه کتاب دیگه هم داره، اونو پیدا نکردم، ببینم بیارمش اینجا نشون بدم. خب اما مهمتر از این کتاب، کتاب دیگه ای هستش که در این 25 سال اخیر چاپ شده به نام ارزش خط. وقتی که ما درباره خط داریم صحبت میکنیم باید بریم دربارهش ریشه هاشو بررسی کنیم، همینطوری دیگه صحبت نکنیم. توجه میکنید این کتاب رو؟ بله بله. ارزش خط در اینجا جز به جز مطالبی رو توضیح میده که این خط فارسی ما چه فرایندهایی رو طی کرده و چگونه در همین پهنه فلات ایران ابتدا نطفش نهاده شد و بعد به جاهای دیگه هجرت کرده. حالا اومدن دارن میگن این خط عربیه. خب به گفته استاد رکن‌الدین همایون فرخ عرب خط نداشتند و خطی که از عمیر و انبار به حجاز رفته، این عمیر و انبار هم دو تا شهری هستند در همین میان رودان عراق فعلی، تقریبا نزدیک به همون سوریه، از عمیر و انبار به حجاز رفته و در زمان ظهور اسلام انتشار یافته. چرا به حجاز رفته؟ به خاطر اینه که اون کاروان روی کالایی که از یمن به سواحل دریای مدیترانه حمله معقول میکردن، انبوه کارگران عربی اونجا در انتها بودن و در این شامات اینا حضور داشتن و بسیارم فعال بودن و طبیعتا همینا هستن که این مسئله رو به حجاز و اون یمن و به حجاز و شهر مکه بود اون حوالی میبرن انتشار یافته. خط عربی نیست، یه ذره بالاتر بخونم، میگه که خط
مطرح داشتند و خطی که از حمیر و انبار به حجاز رفته و در زمان ظهور اسلام انتشار یافته خط عربی نیست، بلکه یکی از متداولترین خطوط ایرانی بوده که با دگرگونی هایی برای نوشتن زبان عربی به کار رفته است. تغییر شکل خط الفبای ایرانی به صورت کنونی پس از تشکیل دولت خلافت، من بارها به این دولت خلافت بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی اشاره کردم، پس از تشکیل دولت خلافت روی داد تا فراگیری آن برای نوآموزان عرب آسان بشد. هیره سرزمینی بود در کرانه فرات در عراق فعلی و اهالی این شهر مهاجرینی یمنی تبار به نام لحمیان، قسطانیان و قریشیان بودند که در آن اقلیم فرود آمده و شهر هیره را تحت قیومیت ساسانیان بنا نهادند. حاکمان هیره دست نشانگان شاهنشاهی ساسانی و تابع ایران بودند. در آن روزگار برای آسان شدن امور میان هیره و دربار ایران، دبیران ایرانی بران شدن تا الفبای خط فارسی میانه پهلوی را اندکی دگرگون ساخته و با افزودن 8 واژه 3 سنخته ه جیمی ت دستدار زین دستدار سات زاد ا قاف شمار واژگان های آن را به 32 رسانده و بدین گونه زبان اعراب هیره را که نبتی عربی بود با این خط تکامل یافته ایرانی بنگارد، که امروز در واقع داره آزار و اذیت میکنه همین واژه‌هایی که واردش کردن. واژه ت دستدار در پهلوی اشکانی دیده میشود، ولی در پهلوی ساسانی جای خود را به ت دو نقطه داد. در نتیجه الفبایی که امروز عربی خوانده میشود خطی برگرفته از خطهای کهن ایرانی است که از فرگشت خط کهن به ایرانی مادی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی پدیدار شده و سرانجام خط دبیره فارسی امروزی از آن پدید آمد. سوالی داری؟ مطلب کنی؟ خیلی جالبه، بفرمایید. خب، یک، حالا اگر این خط عربی بود میباید در عربستان اختراع و استفاده میشد و ما میدانیم قرآن ابتدا به زبان سوریانی و با خط کوفی در میان رودان توسط فرزندان ناخلفی جهت داشتن اساسنامه مدون تدوین شد که لجاجتی کور در حذف هویت ملی، دیانت زرتشتی و دولت ساسانی از پهنه فلات ایران داشتند. دو، اگر قرآن در مکه بر محمد وحی می شد چرا آن را به زبان عربی به نگارشتن نیاوردند و به گردآوری آن نپرداختند و پس از فروپاشی دولت ساسانی آکادمیسیان های ایرانی در هیره به تدوین آن همت گماردند؟ اینا سوالایی هستش که باید روشنفکرا پاسخ بدن. چرا؟ سه، اگر این خط از دیرباز در استان حجاز و کاروان شهر مکه کاربرد داشته، پس نشانه هایش کجاست که تاکنون نوشته ای از آن که مربوط به پیش از دولت خلافت و پس از 150 سال در تدوین قرآن و ظهور اسلام باشد بر روی تکه سنگ، دیوار، لوح گلی یا چرم یافت نشده است؟ چهار، مهمتر از همه، خط میان مردمی پدید می آید که نیاز به ضرورت آن را حس کنند و بستر کارگیری آن را در فرهنگ خود داشته باشند. عرب نه از زمینه های پیدایش خط برخوردار بودند و نه به آن نیاز داشتند. کلمه خط برگرفته از واژه کهن ایرانی کت که به زبان عرب راه یافت و سپس در سده های میانه به دست تحصیل کردگان پارسی به ابزار نوشتن در آمده و بر پایه‌ای که سیبویه دبیر ایرانی گذارده بود صرف شد. ایرانیان نقش مهمی در تکامل خط نوشتاری قرآن و زبان عربی داشتند.
و برخلاف تصور بسیاری که ما خط کنونی را از عرب ها وام گرفته ایم کاملا اشتباه است. خط فارسی بعد از اسلام نوع تکامل یافته از خط در زمان اشکانیان و ساسانیان یعنی پهلوی و اوستایی بود و در سده های پیش وارد عربستان شده و با زبان عربی تطبیق داده شده بود. بار دیگر پس از انقراض دولت ساسانی توسط رهبران دولت خلافت به خدمت گرفته شد و ایرانیان در تکامل و در تبدیل آن به هنر خوشنویسی نقش عمده‌ای داشتند. ایجاد نقطه و اعراب در خط عربی را به فردی به نام ابو سعید دولی الفارس فارسی و در قرن اول هجری نسبت دادند که برای درست خواندن قرآن توسط غیر عرب زبانان از جمله ایرانیان ابداع کرد. ایرانیان بر اساس نیاز زبانی الفبای فارسی را قرنها پیش بعدید آورده بودند و در سده سوم هجری به علت نامنگاری های دیوانی، یعنی هنوز 2300 سال که امپراتوری ساسانی سر جاش بود، به علت نامنگاری های دیوانی خطهای مانوی و پهلوی جای خود را به الفبای فارسی دادند. از ریشه فارسی الفبای کنونی موسوم به عربی میتوان به تشابه عجیب خط اوستایی و کوفی پی برد. من مثل یه دونه تصویر برای شما فرستادم که خط رو، خط کوفی و اینها رو نشون میده، یا شاید نفرستادم، نمیدونم. دو تا تصویر هست نشون میده. نه، یه دونه مثلی که یادم رفت، اصلا یه لوحه درست کردم که خط کوفی رو و عربی رو اینا رو نوشته اونجا قشنگ نشون میده با عرب با مثلی که فراموش کردم با تحصیل. خب اوستایی و کوفی پی برد و در صدر اسلام در زبان عربی نقطه استفاده نمود. خب کجا بودم؟ اوستایی و کوفی برد و در صدر اسلام در زبان عربی از نقطه استفاده نمیشد که ما آن را باب کردیم. ناگفته نماند که پیدایش خط نیاز به بستری برای رشد و تکامل دارد که اقلیم عربستان عناصر آن را در اختیار اهالی شبه جزیره قرار نمیداد و به گزارش تاریخ نگاران نامدار در سراسر شبه جزیره عربی حدود 15 نفر سواد نوشتند در حد میرزا بنویس در امور حمل و نقل کالا داشتند. فقط 15 نفر داشتند که با این بضاعت اندک توانایی ابداع خط در اختیار آنها نبود، در حالی که این خط در امپراتوری ایران در اداره امور در زمان اشکانیان و ساسانیان دست کم 1000 سال مورد استفاده و فرصت تکامل داشته است. خب سوالی دارید مطرح کنید؟ نه، صحبت جالبیه، چون اگر ما قبول داریم که ایران قبل از این کشورهای دیگه وجود داشته و به اصطلاح حاکم بوده و اینها، خب بالاخره پس اون باید شروع خط و فرهنگ و چیزای نوشتاری رو از اونجا ببینیم و من تا امروز نمیدونستم همچین چیزی رو که شما مطرح کردید. مرسی. طبیعیه، آفرین. خب حتی ببینید در اینجا این مطلب اشاره بکنم، کلمه محمد، هم کلمه ای که محمد داریم میگیم ریشش فارسیست، داخل بنانده محمد، مه یعنی ما و مد پسوندیست به معنی دارنده چیزی، مثل بهرمند، خردمند، ارادتمند و دو کلمه سوره و آیه نیز فارسی هستند. سوره یعنی سرور و شادی. مثال سور آورند از یزدان به ما، سورچرانی. و آیه نیز کاملا فارسی است، نسیمی که از گل آن کاکلایه مرا خوشتر ز بوی سنبلایه. به نظر میرسه که مال بابا طاهر اوریا باید باشه. بنابراین ببینید که سوره و آیه هم توت کرمی فارسی هستن که رفتن اونجا، نه در خود ایران درست شده، اونا دارن استفاده میکنند. قرآن بر اساس اینا نوشته شده. تاریخچه خط
در ایران. تصور نکنیم خط یک باره در گوشه ی جهان توسط افراد اختراع و به سایر اقلیم ها کوچیده، بلکه از مصور کردن خیال و پندار انسان در هزارهای دور از اشکال ساده و کودکانه نیازهایش بر تخت سنگ ها و دیوار غار ها حکاکی کرده تکامل یافته است. شما ممکن استش که اون تصویری رو من فرستادم که در این 5-6 سال اخیر هنگامی که با اون کمیته سنگ‌نگارهای ایران در اون گروه کار میکردم، این تصاویر رو جمع‌آوری کردم، یه چیزی معادل 150 تا از این سنگ‌نگارها هست که در جای جای پهنه فلات ایران اینا توسط نیاکان بسیار دور ما روی تخت سنگ ها همونطور حکاکی شدن که نیازهای اولیه اونها رو منعکس میکنه و بیشتر عموما بز هستن و من حتی در روی مقاله نوشتم که اگر بز در پهنه فلات ایران حضور نداشت ما نمیتونستیم به حیات خودمون ادامه بدیم. مقام ارجمند بز مقاله بود. خب در اینجا توی اون تصویره اگرم میتونیم مثلا یکی دوتاش بز رو دوایی کنید یا اصلا کلش اگر میتونید اونجا بگذارید، دوستان خودشون میتونن اونو دانلود کنن، بزرگ کنن و دونه دونه ببینن. من روی اینا کار کردم، ترتمیزش کردم و حتی در اون سایت اونها هم اسماشون رو گذاشته بودم که اینا از کجا کپی شده و آوردم من اینجا ترتمیز کردم. اونو اگر میتونید نمایش بدید. بعد اون تصویر خط هیروگلیفی رو، چرا که نیاکان دور ما وقتی که نیازهاشون رو روی این تخت سنگ ها و بعدم در اون محل غار تو دیوار غارها محل سکونتشون به نمایش میکشیدن، مصور میکردن، نیازهای اولیهشون چون بود و نیازهای اولیهشون رو با همون تصویر به نمایش میدادن. بعدها این تصاویر تکامل پیدا کرد و خط هیروگلیف یا خط تصویری به وجود اومد که در مصر به اوج ترقی خودش رسید. خب مرحله اول خطنگاری نقاشیایی داخل پرانتز هیروگلیف. در این گونه خطنگاری انسان برای انتقال منظور خود به دیگران از نقش و نگار استفاده می‌کرد که می‌توان آن را خط همه فهم جهانی نامید بین‌المللی که در مصر باستان به اوج تکامل و زیبایی رسید. مرحله دوم خط نموداری یا علامتی. شما میتونید دو تا تصویر من برای شما فرستادم که خط ایلامی یک و خط ایلامی دو. اینا یواش یواش از خط هیروگلیفی میان تکامل یافته تر میشن و یه سری علائم ویژه‌ای وارد میشه که اونا هم همون تصویری هستن، چون شما عناصر مادی رو مثلا مثل بوز یا مثلا گوسفند و شتر رو میخوای به مخاطب معرفی کنی عکسش رو میکشیدی، اما بعدها متوجه شدن که خب همه از شم نقاشی‌هایی برخوردار نیستن و کار دشواری است که شما یه شتر رو خوب قشنگ بکشی که مثلا با فیل اشتباه نشه. این استش که یواش یواش اومدن علائم دیگه بهش اضافه کردن و این مرحله دوم خط به وجود اومد، نموداری یا علامتی، که بعدها همین این علائم و راهنمایی از این نوع خط هاست. شما میبینید علائم و راهنمایی یک علائم راهنمایی بین المللی است، در اونجا نوشته نشده که مثلا گردش به چپ ممنوع، یه فلش گذاشته، یه دایره گذاشته که نپیچید. اینا رو آموزش میدن، یعنی شما هر کسی که میخواد رانندگی یاد بگیره ابتدا باید بره اینو امتحان بده، آموزش، بدون آموزش نمیشه. مرحله دوم خط نموداری یا علامتی. در خط نموداری برای هر پدیده‌ای نشانه و علامت خاصی قرار داد می‌کنند و الفبا در این خط حضور ندارد و دارای شکل‌های بسیار ساده است، مثل خط‌های مصری متأخر، بابلی،
آشوری قدیم و علائم راهنمایی و راهنمایی امروز. در این زمینه یه مطلبه دیگه هم که من در این نوشتن خط ازش استفاده کردم، این کتاب سجلدی سبک شناسی آقای ملک شعرای بهار هست، دیده میشه؟ بله بله، سبک شناسی محمد تقی بهار. بله، در اینجا ایشون انبوهی از این مطالب اشاره کرده، چون که وقتی میخواد درباره سبک صحبت بکنه، این سبک به زبان ارتباط پیدا میکنه و زبان هم بنیادش در همین خطه. خب مرحله سوم خط صوتی. در خط صوتی هر حرف شکل تصویری یک صوت است طبق قرار داد، مثل خط چینی امروز. دیدید یه چیز اینطور اینطور میکشم اینطور اینا میکنه، یعنی کلمات مفاهیم رو توسط اینا منتقل میکنن، هر کدوم از اونها منتقل کننده یه سری صوت هست و یه فراگیریش هم بسیار دشواره. مرحله چهارم خط الفبایی. در خط الفبایی هر حرف نماینده یک صدا طبق قرارداد است، مانند خط فارسی، لاتینی، هندی و اروپایی که ریشش در همون خط لاتین. اصل خطهای دنیا از کجا ریشه میگیرد و ایرانیان خط را چگونه آموختند؟ استاد ملک شعرای بهار در کتاب سبک شناسی میگوید که الان من تصویر کتاب رو نشون دادم، طبق اسناد مادی ها با خط آشوری میخی آشنا بودند، سپس اون تصویر خط میخیرم میتونید نشون بدید؟ بله بله. مادی ها با خط آشوری میخی آشنا بودند، سپس خط میخی را تکمیل کرده و در بدو تشکیل دولت هخامنشی در سنگ نگاره ها، مهره، اشراف فلزی، پارچه و کتیبه ها به کار بردند. سپس خط دیگری مورد استفاده ایرانیان قرار گرفت، به خط پهلوی مشهور کردید. شما دیدین بسیاری کتیبه های هخامنشیان مال داریوش و کوروش، بیشتر به داریوش و خشایارشا، اینا به سه تا زبان نوشته شده، میخی هستش و ایلامی هستش و همین خط پهلوی. اینه طرز و کیفیت خطهای میخی، پهلوی و اوستایی را یکان یکان روشن سازیم. خطهای ایران پیش از اسلام. الف، خط میخی. سومریان، میتونید اون تصویر این سومریان رو مثل اینه که من فرستادم براتون که میان رودان رو نشون میده، همونی که دور بغداد و دایره کشیدید، اون بغداد نشون ندن. یکی دیگه هستش که تصویر میان رودان رو چی میکنه که سومر و اون ایلام و اونا اون پایین هستن. نه. اونم مثل که فراموش کردم نفرستاد. خیلی در حال خطای ایران پیش از اسلام. الف، خط میخی. سومریان 3000 سال قبل از میلاد در جنوب عراق ساکن و دارای مدنیتی بودند و خط داشتند که آن را از چپ به راست می نوشتند، یعنی مثل انگلیسی، و این خط میخیست. پس معلوم میشه که خط میخی رو از چپ به راست می نوشتند. خط میخی از 4000 سال پیش از میلاد در نزد سومریان ساکن جنوب میان رودان از شکل تصویری تکامل یافت و مرحله دوم و سوم را پیمود و آشوریان و ایلامی ها همان خط را از سومریان فرا گرفته به کار بردند. در 1700 قبل از میلاد مادی ها هم به کار بردند و توسط ایرانیان اصلاح و در اواسط قرن 6 قبل از میلاد از مرحله نموداری به صورت الفبایی درآمد. برای همین خاطر به دوستان این کتاب رو معرفی میکنم، اسمش از تاریخ از سومار آغاز میشود،
درست خونده میشه؟ بله بله، تاریخ از سومار آغاز میشه. از سومار آغاز میشه. در اینجا انبوهی از این نوع خطا و این مسائل اینا رو همه رو در اینجا مورد بررسی قرار میده و ریشه یابی میکنه که از کجاها این چیزا کتیبه هایی رو که از اینا باقی مونده، همه اینها رو در این کتاب خاط میکنه. دوستان اگر به این کتاب تاریخ از سومار آغاز میشود مراجعه کنن، درباره خط بسیاری مطالب پایه‌ای و اساسی معتبر به دست میارن. و همینطور میراث باستانی ایران، ریچارد فرای در مد اینو حالا من بعداً فیلم میکنم. میبینید دیده میشه این کتاب؟ در اینجا میراث باستانی ایران صحبت میکنه، به پدیده خط و نمیدونم این نموره هاش و همه این چیزا نیهارو میکنه. این آقای ریچارد فرای یه آمریکایی بود که به ایران بسیار علاقه داشت. وقتی هم که همین اواخر فوت کرد، پیشنهاد کرده بود که منو ببرید تو اصفهان اونجا دفن کنید، و مثل اینه که این رژیم اسلامی موافقت نکرد. یادم یه سرصدایی هم به پا شد. البته من حقیقتاً یه جوری حق رو به رژیم میدم، برای که قرار نیست هر کسی گفت منو هر جا خب منم بدارم بخواد منو مثلا زیر مانیومنت اینجا تو واشنگتن، خب قانون داره، یه شرایطی داره، مخصوصا اینم حالا جمهوری اسلامی که با این آمریکایی‌ها و اینا مشکل داره. و کتاب دیگه‌ای که در این زمینه بسیار کمک میکنه درباره خط و تاریخ ماد، یا ببینید این کتاب تاریخ ماد رو باید بخونن. این کتاب اطلاعات بسیار مفید و بسیار جالبی درباره اقوام ایرانی، درباره آن چیزی که در امپراتوری ماد دهات داشت، این را هم معرفی میکنم که دوستان مطالعه بکنن تا اینکه اطلاعات داشته باشن. خب آنیا بردن، آشوریان و ایرانی ها هم خط را از سومریان فرا گرفته به کار بردن. در 1700 قبل از میلاد مادی ها هم به کار بردن و توسط ایرانیان اصلاح و در اواسط قرن 6 قبل از میلاد از مرحله نموداری به صورت الفبایی در آمد. و هنگامی که کوروش کبیر دولت هخامنشی را تأسیس و بابل را در 538 قبل از میلاد زمیمه امپراتوری نمود، خط میخی که در کلده، آشور و ایلام به صورت نموداری بود، در ایران به صورت الفبایی یا به صورت الفبایی یافت و کتیبه های شاهان هخامنشی به سه زبان کلدانی، ایلامی و فارسی و حتی میخی که اون داد الفبایی میخی فارسی حکاکی شد، که گواهی میکند مادی ها از دیرباز با این خط آشنا و حروف الفبای میخی مادی 42 حرف بود که 36 حرف آن را از حروف میخی آشوری اقتباس کردند که 5 حرف آن از حروف صدادار بود که 6 حرف دیگر از جنس نمودار بر آن افزودند. ب خط پهلوی. فنیقیان که آنان را کنعانیان هم می‌نامند، در 3000 سال پیش از حاشیه خلیج فارس، توجه بکنید این فنیقیان که همین پدر جد این لبنانی ها هست، منشأشون تو حاشیه خلیج فارسه. فنیقیان که آنان را کنعانیان هم می‌نامند، یعنی پدر جد این لبنانی ها و همون اسرائیلی ها مشترک، فنیقیان که آنان را کنعانیان هم می‌نامند، در 3000 سال پیش از حاشیه خلیج فارس و شمال عربستان وارد سواحل فرات و در آن اقلیم ساکن شدند. اینا رو من از کجا درآوردم؟ توجه کنید به این کتاب دو جلدی وزین، یعنی 4 جلد در 2 پوشینه در 2 مجلد خونده میشه این کتاب. دانشنامه کاشان. آها، دانشنامه کاشان، تعلیف دکتر جهانشاه درخشانی.
این آقا رو ما حدود 15 سال پیش، یعنی 15-16 سال پیش این کتاب تدوین شده و یه مردی هستش الان در آسانه 70 سالگیه، 40-50 سالی هستش در آلمانه و در همون بوم زندگی میکنه و در آستانه تألیف این کتاب که منتشر تکمیلش کرده بود، ما اینجا دعوتش کردیم، یه سمینار گذاشتیم و برای ما یه سخنرانی کرد و در اونجا بسیار مطالب شد که یکی بهترین سمینارهایی بود که ما در شهر گل توسط ایشون برگزار کردیم. فینیقیان که آنان را کنعانیان می‌نامند، در 3000 سال پیش از حاشیه خلیج فارس و شمال عربستان وارد زبان فرات و در آن اقلیم ساکن شدند و سپس به سوریه و فلسطین کوچیدند و در سواحل شرقی مدیترانه دولتی تجاری به وجود آوردند. چرا میگم دولتی تجاری به وجود آوردند؟ که همین خصلت تجاری بودن رو یهودیان به ارث بردن، به خاطر اینی که در همون سواحل خلیج فارس به امر ماهیگیری می پرداختن و خب طبیعتاً یه مقدار خودشون استفاده که می گردن بقیه رو می فروختن، یعنی در داد و ستد و خرید فروش اینا دست داشتن. بعدم وقتی که رفتن اونجا در سواحل شرقی مدیترانه، یعنی لبنان فعلی، مستقر شدن، به همین امر ماهیگیری پرداختن و داد و ستد و همین مسئله امر ماهیگیری و داد و ستد علم چانه‌زنی رو بین اینها روش داد و منطقشون تکامل پیدا کرد. خب از ساحل شرقی مدیترانه دولتی تجاری به وجود آوردن، از شبه جزیره سینا به قول مرکلیوس متفکری هستش که در این زمینه خیلی کتاب نوشته، اینجا من یه چیز کتابش دارم، از یمن و حجاز که زادگاه اصلی آن قوم بوده، یعنی میخواد بگه که اونایی هم که اومده بودن، دیدی من قبلا برای شما توضیح میدادم که اون جاده کاروان رو که میخواد یه تعدادی در اونجا شرکت داشتن، یه تعدادی هم به امر ماهیگیری پرداخته بودن، از اونجا ریشه هاشون از همون یمن و اون حجاز و این جاده هستش که میومدن توی شمار خلیج فارس، در اونجا در جنوب خلیج فارس اونجا به امر ماهیگیری میپرداختن، بعد یواش یواش از اونجا بلند شدن اومدن تو میان رودان، یعنی همین عراق فعلی، و بعد از میان رودان عراق فعلی رفتن به طرف سوریه و سرانجام در فینیقیه یا لبنان فعلی مستقر شدند. اینا رو در این کتاب کجا گذاشتمش؟ نمیدونم، اونجا کاملا رسم کرده که هجرت اینا چگونه بوده. مرکلیوس میگه شبه جزیره سینا به قول مرکلیوس از یمن و حجاز که زادگاه اصلی آن قوم بوده برخواسته و به شیوه صحراگردی و بادی‌نشینی هجرت کردند و در قرن 13 قبل از میلاد در فلسطین و ارض کنعان با کنعانیان همسایه شدن. بس توجه داشته باشین که اونجا یه قوم دیگه به نام کنعانیان وجود داشتن، اینا میرن خودشون رو با اونا آمیزش میکنن و در هم حل میشن و بعدن هم باز اختلافات پیدا میکنن باشون و بعد از جنگ های خونین وارد فلسطین کردیدن و بعدها شهر اورشلیم را بنا کردن و نام ابری از رشه عبر به معنی عبور و حرکت اشاره به صحرانوردی آن طایفه می کند و اسرائیل لقب یعقوب بوده که به بنی اسرائیل موسوم شدند و در اخبار یهود آمده که ابری نام ابراهیم جد بزرگ بنی اسرائیل بود که از شهر اور کنده گریخته و از نهر عبور کرده و معلوم نیست این نهر اردن است یا نهر فرات و بعضی گویند ابری نام یکی از اجداد ابراهیم بوده و علمای معاصر ترجیح میدن ابری را از ماده عبور گرفته و آن را شامل بنی اسرائیل که از صحرا عبور میکرده میشمارند. بعدان اگه یه فرصتی شد من این پرونده ابراهیم را هم برای شما اینجا و شنوندگان و بینندگانتون باز میکنم که بسیار بسیار آلوده است، همین حضرت ابراهیم.
و عبر و عرب را هم از همین ریشه می دانند و قدیمی ترین نمونهی که از خط فنیقی یافتن کتیبه سون ستون محضا. هرچی من گشتم توی این کتاب ها و توی اینترنت این ستون محضا رو نتونستم پیدا کنم، یه تصویر ارسال کنم که کجا هست، که تاریخ آن به 895 قبل از میلاد میرسد. دیگر جامی سه قطعه که در جزیره قبرس یافتند که تاریخ آن را با عهد سلیمان پادشاه یهود، حد فاصل بین 931 تا 971 قبل از میلاد حد زدن، و چون این دو کتیبه به هم شباهت ندارن تصور کردن که خط فنیقی از خط عبری گرفته شده است. خب سوالی ندارید؟ نه خیر بفهم. بسیار. خط ایلامی مقدم نخستین بار در کهنبوم ایران پدید آمد و پاره آن را اولین خط تاریخ تمدن می دانند و قدمت آن که تا کنون خوانده نشده به هزاره سوم قبل از میلاد بر می گردد. یعنی اون دوتا خط ایلامی و اینها رو دوباره نشون بدید، خط ایلامی یک و دو، اینا رو هنوز نتونستم بخوانن که معنیش و منظورشون چی بوده، ولی شکل تکامل یافته از خط هیروگلیف هست، یعنی تصویری کردن رو اومدن این تصویری رو بهش چیزای اضافه کردن و ما هنوز نتونستیم بخونیم که منظورشون مثلا بعضی از اشکال چی هستش. و ایرانیان قرنها کوشیدن به نیروی خرد بر جهل غلبه کنن که یکی از ابزارهای گوهرینشون آفرینش خط بود و هنگامی که در غارها سکونت داشتند جهت نمایش عواطف، احساس، تصور، تخیل و تفکر خود دست به آفرینش خطوط تجسمی زدند. و در سرزمین باستانی ایران تا کنون چند غار از دوره ماقبل تاریخ کشف شده به نام غار همیان، میرمیلاس و تعداد دیگر از 10,000 سال پیش از میلاد با نمایش افکار و اندیشه های خود نخستین گام برای القاء نظر خود به دیگران با نقش صحنه های شکار، جنگ، انسان بالدار اساس پدید آمدن خط گردید و با بررسی آثار به دست آمده از تمدن های باستانی می توان به تاریخ پیدایش خط در جهان و ارتباط آن با سفال سازی دست یافت. میتونید اون تصویر سفال های ایران را هم نشون بدید؟ بله. ویلدورانت در تاریخ تمدن میگوید شکل بخشیدن به گل با ابزارهای چوبی و استخوانی پیش درآمد هنر خط نویسی بوده. یعنی میگه که وقتی اون نیاکان دور ما یه دونه کوزهی برای خودش درست میکرد و برای اینکه اشکال فانتزی هم روی اون چیز بکنه با قلم، زغال، روی اون رو هم برمیداشت نقاشی هایی میکرد و همین نقاشی هایی کردن مقدمه بر ریشه و پایه پیدایی خط هست. ویلدوران در تاریخ تمدن میگه شکل بخشیدن به گل با ابزارهای چوبی و استخوانی پیش درآمد هنر خط نویسی بوده. فلیندر زیکری از جمله باستانشناسان است که اعتقاد دارد نوشتن در روی سفال‌ها نخستین گام برای پیدایش خط بوده و صنعت سفال‌سازی قوم کاسی که کاشی تمدن را، قوم کاسی یا کاشی‌ها، این رو من از همین این کتاب چیز کردم. چرا؟ برای اینه که در این کتاب دانشنامه خیلی هم وزینه این خونده میشه؟ بله، دانشنامه کاشان. دانشنامه کاشان، من برای شما دانشنامه کاشان، آریاییان، مردمان کاشی، عمر، پارس و دیگر ایرانیان. این در این کتاب تمام این خاطر رو
در این کتاب جز به جز با تصاویر به نمایش در میاره و تعریف میکنه. و من توصیه میکنم که دوستان این دو جلد رو میتونن به این کتاب فروشی فروخ سفارش بدن، این براشون بفرسته. اینا رو من حدود 15 سال پیش خریدم. خب ویلبر میگوید در 1700 پیش از میلاد قوم کسی از راه لرستان به طرف بابل حرکت کرد، یعنی از جنوب کرمان اونجاها که کاشان، یعنی همین کاشان کاسی میگه این کاشانی ها حرکت کرد و نزدیک به 600 سال در آنجا فرمان راند. در نظر بگیرید که بعدها هخامنشیان وقتی برن میشن میرن توی بابل اونجا رو میگیرن، یه ریشه کاشانی تو اونجا بوده. و در این دوره بود که آلات مفرقی جای خود را به ابزارهای آهنی داد، یعنی رواج آهن در میان دو رود توسط قوم کاشی بوده. یعنی وقتی دارن میگن که در میان رودان هم که به مسائل چیز کردن، این قوم کاشی منشأش بوده، رفتن اونجا این کار را کردن. دکتر جوزف کالدوئل رئیس بخش انسانشناسی ایلینوی آمریکا میگوید فلات ایران سهمی به سزا در ایجاد تمدن نخستین جهان دارد و منطقه میان رودان تنها منشأ کلی ابداعات و اکتشافات اساسی نبوده. یعنی تنها میان رودان نبوده، جای دیگه هم در پهنه فلات ایران مرکز مدنیت بوده، مخصوصا این کردستان و لرستان و جای ما. ویلبر درباره چند دقیقه دیگه آقا ما وقت داریم؟ متأسفانه وقتمون تمومه. خب اگر چیز باشه من حدود 2-3 دقیقه دیگه اینو من ترتش رو هم میارم، بقیش رو بلش میکنم. خب ویلبر درباره نقوش و خطوط ظروف سفالی میگوید به واسطه نیازی که انسانها به باران و آبیاری و کشاورزی داشتن، بخشی از این تصویرها به طور مرموز و مبهمی آفتاب یا ماه یا بارندگی را نشان میداد و برخی از نقوش به تأثیر خیال از یک صورت به شکل دیگر تغییر و تحول پیدا میکنند، مثلا از بدر به هلال و از هلال به شاخ بز کوهی درآمد و این صور به تدریج تغییر شکل داده و سرانجام بر اثر نیاز به ضرورت به صورت حروف الف با در آمدند و در این ترسیم ها عقاید خرافی، افسانه‌ای و دینی بی اثر نبودند. پروفسور پاپ در کتاب شاهکارهای هنر ایران نظریه دکتر کیتینو را بیان میکنند که نقش سفالهای دوران کهن نخستین کتاب جهان است و نتیجه میگیرد نقش و نگارهای سفالهای دوران کهن ایران نخستین خطوط آغازی و ابتدایی بوده و در کتاب اصل آریایی الفبا، ببینید الفبا رو اصلش آریایی میدونه یعنی ایرانی ها، که در سال 1927 منتشر کرد ثابت میکند اساس و اصل الفبا از ملل آریایی است. ختم جلسه. البته مطلب الان طولانی هستش ولی شما زمان دیگه کافی نیست، بعدش میذاریم برای یه جای دیگه. بله ممنونم از شما. وقتی شما مقاله رو میفرستین من نگاه میکنم و از خودم میپرسم آقای خدابندلو میخوان همه اینا رو توی یک ساعت بگن، ولی میبینم که شما تا حالا این کار رو انجام دادید. ضمناً بسیار ممنون و خوشحالم که آقای فرخ جاوید هم با ما بودن، از ایشون تشکر میکنم. دوستانی که برنامه رو از اول ندیدن، این برنامه هم روی فیسبوک باقی میمونه به صورت بایگانی، هم تا چند دقیقه دیگه بعد از برنامه اینها رو شما میتونید روی یوتیوب هم داشته باشید. ضمناً نظرات خود و پرسش‌های خود رو هم به وسیله فیسبوک، صفحه فیسبوک آقای یزدان خداوندلو با خود ایشون در میون بذارید. آقای خداوندلو از شما ممنونم و به امید دیدار شما هفته آینده چهارشنبه 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 9 شب به وقت آلمان. مرسی که با ما بودید. ممنون از شما. عزیز بدرود از شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون. بسیار ممنونم. خب دوستان عزیز بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. برنامه ها رو دنبال میکنیم از وبسایت مردم tv.com و صفحه فیسبوک هم میتونید برنامه های
گذشته رو ببینید، چه فیسبوک شخصی خود من به نام سوربی، چه فیسبوک مردم تیوی. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.